فاطمه عبدی با نام هنری نوشافرین، بازیگر و خواننده معروف و مشهور موسیقی پاپ ایران است که متولد اول فروردین 1335 در تهران می باشد. او در آمریکا مستقر است، زبان هندی را می داند، به زبان انگلیسی مسلط است و دوستان و نزدیکانش او را نوشین صدا می کنند. نوشافرین از همان دوران کودکی عاشق موسیقی و خوانندگی بود و برخلاف دیگر بچه ها که اسباب بازی دوست دارند، او دوست داشت رادیو داشته باشد. او از کودکی ترانه های رادیو را گوش میکرد، عاشق صدای ویگن خواننده ایرانی بود و ترانه هایش را از حفظ میخواند. همچنین عاشق فیلم های هندی بود و ترانه های فیلم های هندی را یاد میگرفت و میخواند که همواره مورد تشویق دیگران و اطرافیانش قرار میگرفت. نوشافرین پس از پایان دوران کودکی و تحصیلات مقدماتی و مدرسه‌ایش وارد دبیرستان شد. همچنان به فعالیت خوانندگی و موسیقیش همزمان با تحصیل در دبیرستان ادامه داد. او در مدرسه ترانه اجرا میکرد و مورد تشویق شاگردان و معلمان قرار میگرفت. اما در آن زمان نیز مانند امروز برای خواننده شدن نیاز به بودجه کلانی بود و از طرف دیگر خانواده‌اش با ورود او به دنیای هنر مخالف بودند. تا اینکه نوشافرین در سال 1351 در 16 سالگی ضمن تحصیل در دبیرستان، در حالی که در یک شرکت خصوصی مشغول به کار بود، یک آگهی در روزنامه اطلاعات آن زمان از جانب استودیو پیام مبنی بر نیاز به یک چهره جدید جوان جهت ایفای نقشی آزاد در یک فیلم سینمایی بین متقاضیان دختر 18 تا 20 سال بود را خواند. او علی‌رغم سن پایینش به دنبال آگهی روزنامه با یکی از دوستانش به دفتر استودیو رفت تا شانس خود را برای ورود به عرصه هنری امتحان کند. نام فیلم سینمایی شورش بود و قرار بود رضا میرلوهی آن را کارگردانی کند. در بین تعداد زیاد دختران جوان متقاضی بازیگری، به دلیل شباهت ظاهری نوشافرین با آفرین اویسی که از بازیگران سینما بود و در آن زمان به دلیل ازدواج از بازیگری دست کشیده بود، مورد توجه فیلمبردار فیلم ایرج صادق‌پور که اتفاقا همسر آفرین اویسی بود قرار گرفته و به رضا میرلوهی کارگردان فیلم معرفی شد. اما نوشافرین به دلیل شرایط سخت استودیو از شرکت در فیلم شورش منصرف شد. پس از مدتی نوشافرین توسط یدالله شیراندامی، بازیگر سینما که از دوستان پدرش بود، برای بازی در فیلم قصه ماهان معرفی شد. البته شروع فعالیت هنری نوشافرین در عرصه سینما و بازیگری با توجه به معیارهای آن زمان جامعه و وجود برهنگی در سینمای آن دوره که اغلب چهره‌های جدید سینمایی در فیلم‌ها نقش‌های برهنه‌ای را ایفا می‌کردند، او نیز از این قاعده مستثنا نبود و در آغاز فعالیتش برای بازی در 5 فیلم سینمایی که در تمامی فیلم‌ها علاوه بر بازی در نقش اول فیلم گریزی از برهنه شدن وجود نداشت، قرارداد بست. جواد طاهری کارگردان اولین فیلم نوشافرین به نام قصه ماهان، به خاطر شباهتی که در چهره نوشافرین به خانم آفرین اویسی دیده بود، اسم هنری نوشافرین که یک اسم اصیل ایرانی است را برگزید که تا به امروز او با این اسم هنری شناخته می شود. بدین ترتیب نوشافرین در سال 1352 در 17 سالگی به قصد کسب درآمد و ورود به عرصه خوانندگی قدم به دنیای سینما و بازیگری گذاشت و در نخستین فیلمش به نام قصه ماهان بازی کرد. در طول 2 سال فعالیت سینمایی با سن و سال اندکش جسورانه در فیلم‌های بسیاری بازی کرد و با بازیگران مطرح و سوپر استارهای قدیمی سینما هم بازی شد. او توانست در مدت کوتاه و محدود فعالیت بازیگریش در بیش از 15 فیلم بازی کند که در بیش از 10 فیلم در نقش اصلی فیلم بوده است. نوشافرین تا مقطع دبیرستان تحصیل کرد و همزمان با تحصیل وارد عرصه هنری سینما شد و فعالیت هنری و شغلی او خیلی سریع با آغاز کارش به عنوان بازیگر شروع شد. مجلات آن زمان هم تمایل زیادی برای در معرض دید قرار دادن این ستاره بااستعداد، جسور و در حال رشد داشتند. گرچه نوشافرین به بازیگری مشغول بود، ولی همیشه آرزوی خواننده شدن را در سر می‌پروراند. او در اوج شکوفایی در عرصه سینما در سن 18 سالگی عرصه بازیگری را کنار گذاشت و بعدها حتی در مقابل پیشنهادات خوب و دستمزدهای سنگین حاضر نشد به بازیگری سینما بپردازد. آخرین فیلم او برهود نام داشت که در سال 1357 ساخته شد و با وقوع انقلاب 57 ایران هرگز به اکران نرسید. نوشافرین پس از ترک عرصه سینما به سوی رویای دیرینه و آرزوی کودکیش، یعنی خوانندگی، رویاورد و قدم به دنیای خوانندگی گذاشت تا در این زمینه نیز شانس خود را بیازماید. نوشافرین در طول فعالیت بازیگری و سینماییش توانست به دنیای حرفه‌ای موسیقی نزدیک شود و همزمان با کار سینمایی تلاش می‌کرد وارد عرصه خوانندگی شود. او حتی 4 بار برای تست خوانندگی و موسیقی از طرف شورای موسیقی آن دوره ایران جواب منفی دریافت کرد، اما پس از تلاش بسیار و
گذراندن شرایط سخت و تست های موسیقی توانست وارد عرصه خوانندگی شود. در ابتدای ورود به دنیای موسیقی او به حسن شمایزاده معرفی شد و او نیز نوشافرین را به بابک بیات معرفی کرد. سپس با فریدون خوشنود آشنا شد. نوشافرین با اجرای ترانه ای از فریدون خوشنود به نام پیچک که قبلا زنده یاد مهسی با نام دیگری ترانه را اجرا کرده بود، توانست خیلی زود مورد توجه قرار گیرد و با این ترانه پیچک نوشافرین با فریدون خوشنود برای ساختن موسیقی و ترانه به توافق رسیدند و کار مشترک آنها در عرصه موسیقی و خوانندگی آغاز شد. اولین ترانه نوشافرین به نام قبله حاصل این همکاری مشترک بود که اولین بار در شو میخک نوره فریدون فرخزاد پخش شد. این آهنگ در فهرست موسیقی در ایران رتبه بالایی کسب کرد و شهرت و اعتبار فراوانی برای این دو به ارمغان آورد. این ترانه معرفی رسمی نوشافرین به عموم مردم بود. نوشافرین پس از 3 سال فعالیت موفق در عرصه خوانندگی با وقوع انقلاب 57 ایران و ممنوعیت خوانندگی برای زنان، او نیز همانند بسیاری از هنرمندان آن زمان با دادن تعهد عدم خوانندگی و کار هنری به زندگیش با تغییرات جدید ایران ادامه داد. نوشافرین در ابتدا به امید بازگشت اوضاع به حالت اول و به امید تغییر وضع موجود در ایران ماند، اما در سال 1365 بعد از 7-8 سال زندگی در ایران بدون فعالیت هنری و با بدتر شدن اوضاع سیاسی تصمیم به ترک ایران گرفت. در آن زمان او بیش از 27 ترانه موفق در کارنامه هنری خود داشت. نوشافرین که در آن زمان متأهل بود، پس از گرفتن پاسپورت به صورت قانونی ایران را به مقصد هند ترک کرد. او با وجود تفاوت‌های فرهنگی توانست به خوبی با شیوه‌های زندگی در هندوستان سازگار شود. زبان هندی را آموخت و با زندگی و فرهنگ و رسوم آنها آشنا شد. این دوران تأثیر زیادی بر روی این خواننده گذاشت و به بلوغ حرفه‌ای‌اش کمک کرد، به طوری که تأثیر آن را امروز نیز می‌توان در موسیقی او دید. نوشافرین 5 سال در هند زندگی کرد. او توانست با هنرمندان هندی در عرصه موسیقی و سینما ملاقات داشته باشد، حتی پیشنهاد بازی در فیلم ها را دریافت کند، اما به دلایل مسائل شخصی و درگیری های فکریش برخلاف میل باطنیش کشور هند را به مقصد کانادا ترک کرد و به گفته خودش اگر متأهل نبود در هند میماند و فعالیت سینمایی و خوانندگیش را ادامه میداد. او در سال 1369 به کانادا مهاجرت کرد و با وجود ارتباط با همکاران و دوستان قدیمی دیگر به خوانندگی نپرداخت. او دوستان جدیدی پیدا کرد و به زندگی ساده‌ای که در هند آموخته بود ادامه داد. پس از 3-4 سال زندگی و کسب اقامت کانادا، با تشویق و دلگرمی زیادی از ایرانیان تصمیم به ادامه کار خوانندگیش نمود و از کانادا به آمریکا نقل مکان کرد و در شهر لس آنجلس مستقر شد. او پس از سال‌ها سکوت دوباره برای شاد نمودن هموطنانش به میان مردم آمد و توانست تک آهنگ‌ها و آلبوم‌های بسیار شاخصی را تهیه کند. او با شرکت در کنسرت‌های بزرگ و باشکوه دوباره توانست در عرصه موسیقی بر روی صحنه بدرخشد. آغاز فعالیت هنری این سوپر استار از سال 1351 در عرصه سینما و خوانندگی بوده است که تا اکنون ادامه دارد. او با بیش از 11 آلبوم و بیش از 90 ترانه و چندین تک آهنگ همچنان به فعالیت موسیقی‌اش ادامه می‌دهد. گرچه محبوبیت و شهرت این هنرمند ایرانی در عرصه موسیقی است، اما او همچنان دوست دارد علاوه بر خوانندگی در عرصه سینما و بازیگری نیز فعالیت داشته باشد. نوشافرین ستاره پاپ موسیقی ایران است، بانوی هنرمند بی‌نظیری که عرصه هنری خود را بدون هیچ تقلید کورکورانه ادامه داده و همچنان موفق پیش می‌رود. به گفته نوشافرین، استقبال مردم از ترانه‌هایم دلم را روشن ساخت و دانستم که مردم حامی من هستند و این استقبال گرم و صمیمانه مردم است که مرا روی پا ثابت قدم نگه می‌دارد.